احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خوش سالی سازمان هواشناسی ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های های بین المللی تمام شاخص‌های آب و هوایی زمین در سال 2023 شکسته شد و رکورد جدید اقلیمی زیادی در زمین به ثبت رسیده اظهار داشت دگرگونی‌های های بی در زمین در حال وقوع است محتوای گرمای اقیانوس و سطح دریاها به بالاترین حد مشاهده شده رسیده و وسعت یخچال های قطبی جنوب نیز به کمترین حد مشاهده شده تا رسیده است همکارم با بهرهگیری از داده های چند پژوهش و یافته های علمی گزارش را تهیه نموده که با هم آن را می‌بینیم. دکتر احد وظیف شناس رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران با بیان اینکه بحران آب و هوایی بزرگترین چالش بشریت از اظهار داشت گرمای شدید، سیل خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و طوفان های هاری ویرانی های زیادی به بار آورده و سبب بروز خسارت های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی شده است. وی در ادامه گفت با توجه به اینکه غلظت گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است باید منتظر تکرار رویدادهای شدید آب و هوایی در اکثر مناطق جهان و ایران بود سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اتحادیه اروپا و سازمان جهانی هواشناسی هم در گزارش مشترک خود اعلام کردند سال میلادی گذشته مملو از تناقض‌های شدید آب و هوایی برای اروپا بود از موج گرمای سوزان تا سیلهای فاجعه بار خشکسالی و های شدید و همچنین بزرگترین های جنگلی بلایایی که میلیاردها دلار خسارت وارد کرده و زندگی بیش از دو میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است گفتنی است که بر اساس پژوهشی که چندی پیش در مجله نیچر منتشر شد پیش بینی شده که افزایش دما، بارندگی های شدید و تغییرات فزاینده و پی در پی در نقاط مختلف زمین همچنان ادامه خواهد داشت. این پدیده طبیعی که جوان گذشته شروع شد آبهای گرمتر را به سطح اقیانوس آرام آورد که باعث بالا رفتن دمای اتمسفر شد. اما کارشناسان میگویند که نمیتوانند با قطعیت اعلام کنند که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد سازمان ملل متحد نیز در دو سال پیش طی گزارشی هشدار داد که سلامتی دهها میلیون نفر در دهه های آینده با سوء تغذیه خشکسالی و بیماری های مرتبط با تغییر اقلیم تضعیف خواهد شد و در معرض تهدید است تحقیقات جدید در دانشگاه آنگلیا شرقی یو نیز بیانگر آن است که برنامه های کربنزدایی کنونی برای پیروی از اهداف توافق نامه آب و هوایی پاریس با هدف محدود کردن گرمایش زمین به یکونیم درجه سانتیگراد کافی نخواهد بود. همانطور که در مطالعه منتشر شده در مجله نیچر نیز گزارش شده است.